این هفته پاکسازی شبکه‌های اجتماعی، دریافت ماسک شخصی و برکینگ بد با جان کارلو اسپوزیتو. فیسبوک فقط مال ارتباط با دوست و آشنا نیست. جایی که شما کاربر نوعی میتونی خبرهایی رو که فکر کنی مهمند یا نظراتی رو که دوست داری بقیه هم بشنوند در معرض دید بقیه هم بگذاری. حتی اگه اون خبرها و نظرها غیر منصفانه و توهین‌آمیز یا حتی نادرست باشن. که خیلی وقتام هستند. همه شبکه‌های اجتماعی به نوعی با مسئله مدیریت محتوا درگیرند. چون فیسبوک بزرگترین شبکه اجتماعیه، طبعاً تأثیرگذاریش هم بیشتره و در نتیجه مسئولیتش هم برای رفع ایرادها سنگین‌تره. این دقیقاً همون کاری که مدیران فیسبوک میگن که میخوان انجام بدن. قراره که یک هیئت مستقل تشکیل بشه تا توی مسائل پیچیده این پلتفرم کمکشون کنن. اما پرسش اینجاست که اصلاً چطور شد که به اینجا رسیدیم؟ یه دوره‌ای بود که هنوز بات‌های روسی، کمبریج آنالیتیکا و جعل عمیق نبودن. دوره‌ای که همه به اینترنت به چشم یک جای امن و بی خطر نگاه می‌کردند، به عنوان یک پدیده نجات بخش. فکر می‌کردیم دیکتاتورهای مستبد دیگه نمیتونن جلوی انتقادها رو بگیرند و رهایی و آزادی بیان همه جا برقرار میشه. رسانه‌های اجتماعی هم اول به همین چشم دیده می‌شدند. بهار عربی گواهی مدعا بود. مردم جنبششون رو در بسترهای آنلاین سامان داده بودند. ولی اون بهار خیلی زود به کابوس بدل شد و هزاران کیلومتر اون طرفتر در میانمار اتفاقی افتاد که فیسبوک رو با مشکلات دنیای واقعی درگیر کرد. فیسبوک در میانمار خیلی محبوبه. ولی در مقطعی موج نفرت پراکنی علیه مسلمانان روهینگیا در این کشور فیسبوک رو برداشت و چیزی نگذشت که پاکسازی قومی رخ داد. در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا و همه پرسی برگزیت در بریتانیا، خیلی ها فیسبوک رو شدیداً نقد کردند، چرا که اجازه میداد رقبای سیاسی برای کاربرها تبلیغات بیش از اندازه شخصی شده بفرستن. در چند سال گذشته فیسبوک مدام در حال دست و پا زدن بوده تا از زیر سیل انتقادها در بره. به عنوان نمونه منتقدان میگن فیسبوک برای حذف محتوای نجات پرستانه، یهود ستیزانه یا اسلام هراسانه به اندازه کافی تلاش نکرده. توییت های ترامپ مثل این یکی که خطر تقلب پستی رو به غلط بزرگ جلوه میده حذف نشدن. و در روزهایی که اعتراض به مرگ جورج فلوید در جریان بود، یکی از پربیننده ترین ویدیوهای فیسبوک ویدیویی بود که میگفت فلوید آدم ناجوری بوده. دفاع مسئولان فیسبوک این بود: ما سالهاست در این حوزه مشخص کار میکنیم. میلیون ها دلار اختصاص دادیم تا گروه ها و رویه هایی بسازیم که در این زمینه بهتر بشیم. تغییرات چشمگیری هم رخ داده. اگر مشخصاً به حوزه نفرت پراکنی نگاه کنید، در حال حاضر ما سامانه‌ای داریم که 90% نفرت پراکنی ها رو به طور خودکار تشخیص میده و حذف میکنه. مدتی پیش کارزار را افتاد به اسم به نفرت پراکنی برای سود پایان دهید. به خاطر همین کارزار فقط در ماه ژوئیه چند صد شرکت اعلام کردن که دیگه به فیسبوک تبلیغ نمیدن. اون فناوری که میتونه پلی به سوی آینده باشه به اشکال مختلف داره برامون میگردونه عقب. ساختارها و الگوریتم‌های انگیزشی که ساختن عملاً کاربرها رو تشویق میکنه که محتوای نفرت آمیز نشر بدن. در واقع از محتوای خشونت آمیز و نفرت آمیز پول در میارن. سوال اینه که برخورد با نظرات خطرناک از کجا به بعد تهدید آزادی بیان به حساب میاد؟ این سوالی که فیسبوک نمیخواد جواب بده. و به همین خاطره که قصد داره هیئت نظارت درست کنه. اینطور تصور کنید که دادگاهی هست که کاربر فیسبوک یا ویدیویی که منتشر کرده در جایگاه متهمه و این هیئت در مقام قاضی و هیئت منصفه. We believe that Facebook alone shouldn't be deciding what is or isn't acceptable online, which is why we've been working to find a new way for people to appeal certain content decisions. این هیئت تصمیم میگیره که نامزدهای انتخاباتی با تبلیغات پا را از گلیمشون دراستر کردن یا نه، یا چیزی خبر جعلی محسوب میشه یا نه.
و اینکه مرز بین نفرت پراکنی و حق اشخاص برای بیان نظراتشون کجاست. با توجه به اینکه بیش از 2 میلیارد نفر در دنیا از فیسبوک و اینستاگرام استفاده می کنند، این هیئت جایگاه بسیار قدرتمندی داره، اما فقط در تئوری. فیسبوک به طور کلی داره سعی میکنه در جهت درست حرکت کنه، ولی نمیخواد کسی براش قانون تعیین کنه. مدیران فیسبوک میفهمن که اگه ترامپ قانونی در مورد رسانه‌های اجتماعی تصویب کنه، به مراتب بیشتر ضرر میکنن. در نتیجه هر چی بیشتر از زیر قانون گذاری در برن به نفعشونه. و طبعا چیزایی مثل هیئت نظارت یا حسابرسی و چیزایی از این دست در این راستا کمکشون میکنه. بعضیا معتقدن این هیئت اختیار واقعی نخواهد داشت، برای اینکه مارک زاکربرگ که همچنان حرف اول رو میزنه. چون مارک این سازمان رو اداره میکنه، به نظرم این هیئت‌های نظارت و کسایی که خودشونو سالها فعالیتشون رو در معرض نمایش میذارن اشتباه بزرگی میکنن. چون تا زمانی که زیرساخت‌ها و انگیزه ها تغییر نکنه، کسی نمیتونه جلوی مسیر انتشار رو بگیره. مثل این میمونه که بهت بگن نماینده کنگره‌ای ولی حق رأی نداری. It's like saying you're a member of Congress but not actually having a vote on the floor. اما برای اینکه از شیوه کار هیئت نظارت بر فیسبوک سر در بیاریم، بهترین کار اینه که بریم سراغ یکی از اعضای این هیئت. گفتگوی همکارم اسپنسر کلی رو ببینید با آلن راسبریجر، سردبیر سابق روزنامه گاردین چاپ بریتانیا. شما یکی از 20 عضو اولیه این هیئت هستین. از ترکیب هیئت تا اینجا که اعلام شده راضی هستین؟ ترکیب هیئت از نظر پراکندگی جغرافیایی و تفاوت جهانبینی و تنوع قومی خیلی جالبه. یه تعداد وکیل و فعال حقوق بشر و دانشگاهی و روزنامه‌نگار و آدم‌هایی که سرشون برای مجادله درد می‌کنه دور هم جمع شدن. ترکیب جالبیه. به نظرم به درد کسی که اهل زندگی آروم و بی سر و صداست نمی‌خوره. فیسبوک چجوری راضیتون کرد این شغل رو قبول کنین؟ ما با بحران حقیقت و اعتماد مواجهیم. این که نمیدونیم چی راسته چی دروغ. و برای من به عنوان کسی که به نوعی عمیقاً به رویا و فرصتی که اینترنت داده بوده ایجاد کنه اعتقاد داشته، بسیار دردناک بود که ببینم اینترنت به چنین روزی افتاده. بنابراین تصویر این که یک هیئت مستقل وجود داشته باشه که به مجموعه‌ای که عملاً فقط یه تعداد مهندس با استعداد کمک کنه تصویر جذابی بود. اینکه در مورد ملاحظات اخلاقی، حقوقی و اصول روزنامه‌نگاری که باهاش درگیرن کمکشون کنی، اگه بتونی بکنی، کار بسیار ارزشمندی خواهد بود. و من میدونم که خیلی ها تردید دارن که موفق بشیم، ولی به نظرم قطعا به امتحانش میارزه. فیسبوک بهتون پول میده؟ بله. خب همینم کار شما رو در مواجهه با کسایی که تردید دارن آیا فیسبوک واقعا صادقانه دنبال جبران مافات یا نه دشوار میکنه، نه؟ درسته. البته وقتی میگیم فیسبوک پول میده، در واقع فیسبوک یه هیئت امنای مجزا تشکیل داده و هرچند در جلسه اول نماینده های فیسبوک هم بودن، ولی الان هیچ کس از فیسبوک در جلسه های ما نیست و حس ما اینه که یک موجودیت مستقلیم. الان میدونین قراره به چه جور محتوایی بپردازین؟ فکر میکنم کار به این شکل باشه که فیسبوک میاد میگه یه مسئله دردسرساز پیش اومده که اگه راهنمایی کنین ممنون میشم. تصور میکنم تقاضا از سوی کاربرهای فیسبوک هم خیلی زیاد باشه. طبعا تعداد شکایات فردی از کاربران به مراتب بیشتر از اون خواهد بود که یه هیئت کوچیک بتونه بهش رسیدگی کنه. به احتمال زیاد از این هیئت بیشتر در مورد رویه‌های کلی راهنمایی میخوان و خب در چنین موقعیتی خود فیسبوک هم باید در تصمیم به اینکه این تغییرات رو اعمال کنه یا نه نقش داشته باشه. اگر در عمل ببینیم که فیسبوک مدام توصیه‌ها رو نادیده میگیره، خب این پیام روشنی خواهد بود. اما همونطور که گفتم، حس من نسبت به رابطه‌ای که فیسبوک میخواد و علتی که اساساً زحمت تشکیل چنین هیئتی رو به خودش داده این نیست. یعنی اطمینان دارین که میتونین تغییری که مد نظرتون رو ایجاد کنین، یا تا این لحظه هنوز مشغول ارزیابی بودین که اساساً چه کاری ممکنه بشه کرد؟ آدم باید ابله باشه که وارد این کار بشه و فکر کنه حتما حلش میکنیم. ممکنه اساساً حل شدنی نباشه.
ولی نظر من اینه که امتحان کردنش از بعضی گزینه‌های دیگه بهتره. گزینه‌های دیگه یعنی قانون‌گذاری یا نوعی وضع مقررات. ولی چه مقرراتی؟ شبیه مقرراتی که در ترکیه وضع کردن؟ یا قوانین پاکستان یا عربستان سعودی؟ منظورم اینه که قانون و مقررات هم اشکال مختلف داره. و در هر کدومشون شما به نوعی داری اون رویای آرمان شهری توانمندسازی مردم رو که شرکت‌های مثل فیسبوک حداقل براشون فراهم می‌کنن از دست میدی. ولی مشکلات فیسبوک ورای محتوای روی پلتفرمشه. مثل بعضی شبکه‌های اجتماعی دیگه، بزرگترین نقدی که به فیسبوک وارد میشه طراحی الگوریتم‌هاشه که اولویت براش کلیک و درآمدزاییه و در نتیجه باعث افزایش محتوای افراطی میشه که مخاطبای بیشتری رو درگیر کنه. اگر هیئت بتونه بگه فلان معیار هست که مهمتره و باید در الگوریتم شما تأثیر داشته باشه، میشه گفتگوی جالبی در این راستا آغاز کرد. البته مهمه که ما مشاورهای خودمون رو داشته باشیم که به همون بگن چنین کاری شدنیه، بگین انجام بدن، چون ما نمیخوایم توصیه هایی بکنیم که معقول یا شدنی نیست. میدونین هیئت کی قرار راه بیفته؟ برای خیلی ها سواله که آیا قبل از نوامبر که انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه راه میفته یا نه؟ این که در دوره انتخابات ما اونجا باشیم و در مورد موضوعهای داغ انتخابات تصمیمهای مهم بگیریم، نمیدونم. به ضرر پروژه خواهد بود اگر پیش از اون که آماده باشیم توصیه های نیم بند صادر کنیم. مشکلات پیش روی ما عظیم و غامضن و همه انتظار دارن تا سه شنبه آینده حل بشه. راستش فکر نمی کنم هیچ گروهی رو بشه جمع کرد که بگن حل این مسئله ساده است. اگر به فرض دو یا سه سال بگذره و متوجه شین که این هیئت رو راه انداختن که روی مشکل سرپوش بذارن، آیا همه استعفا میدین؟ اگه بعد دو یا سه سال مشخص بشه که تأثیر چندانی نداره، حدس میزنم تعدادی از اعضای هیئت از خودشون خواهند پرسید که آیا میارزه ادامه بدم؟ این هفته دادگاه تجدید نظر بریتانیا حکم داد که استفاده پلیس ولز جنوبی از فناوری تشخیص چهره غیرقانونی بوده و نقض حقوق بشره. در پی اعتراضات گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و انتخاب الکساندر لوکاشنکو، ارتباطات اینترنتی و خدمات موبایل در این کشور قطع شدند. و بعد از 35 سال حضور فعال در عرصه ساخت لپتاپ، شرکت توشیبا با فروش آخرین سهم داینابوک از تجارت رایانه‌های شخصی خارج شد. گوگل اعلام کرده قصد داره بزرگترین شبکه تشخیص زلزله رو با استفاده از گوشی‌های موبایل بسازه. سیستم هشدار زلزله اندروید با استفاده از شتاب سنج‌های کوچکی که در همه گوشی‌ها تعبیه شدن و داده‌های مربوط به موقعیت جغرافیایی به عنوان زلزله سنج عمل می‌کنه تا لرزش و ارتعاش زمین رو تشخیص بده. تیم برین اند ریسرچ گوگل هم در اقدامی پیشگامانه مدل هوش مصنوعی طراحی کرده که می‌تونه با استفاده از عکس‌های دو بعدی، تصویر سه بعدی و با وضوح بالایی از مناظر خلق کنه. این مدل حتی میتونه بدون لطمه زدن به کیفیت تصویر تغییرات نوری مختلف رو روی مناظر اعمال کنه. و در آخر اگر دنبال یه موجود مامانی گوگل مگولی بی درد سر میگردین، این شما و این مافلین. این حیوان خانگی ربات ساخت شرکت ونگارد اینداستریزه و به هوش مصنوعی مجهزه. مافلین به کمک حسگرها و الگوریتمش میتونه احساسات انسانی رو یاد بگیره و به مرور زمان تکامل پیدا کنه. نمیدونم این مدت که ماسک جزو وسایل ضروری شده شما این مشکل رو پیدا کردید یا نه. من هر چه میگردم ماسک مناسب خودم پیدا نمیکنم. این ماسک های معروف که کشاشون خیلی شلم هست، به نظر من کلی فضای باز دو طرف میذاره و یه درز بزرگی از همه طرف وجود داره. این یکی ماسک رو که چند وقتی استفاده میکردم و فیلتر قابل تعویض هم داره،
به پوست صورتم میچسبه، بعد از چند وقت احساس خفگی بهم دست میده. این یکی هم که قربونش برم انقدر کشهاش سفته که وقتی میزنم گوشام از دو طرف میزنه بیرون و مثل آینه بغل نیسان میشه. فکر میکنم راه حل در چاپ سه‌بعدی نهفته است، یه همچین چیزایی. در دوره کرونا چند شرکت ماسک با چاپ سه‌بعدی تولید کردن، ولی مشکل همشون اینه که مطابق صورت شخص تولید نمیشن و همشون یه اندازه و یه شکلن. این یکی در واقع محصول یک پروژه پژوهشی کالج سلطنتی لندنه. پروژه اولیه این بود که با چاپگر سه‌بعدی برای کسانی که موقع خواب مشکل تنگی نفس دارند ماسک بسازند. حالا درست همین روزایی که همه باید مدام ماسک بزنن، امیدوارن که بتونن بر همون مبنا ماسک تنفسی بسازن که دقیقاً اندازه صورت شخص بشه. برای شروع فقط یه گوشی هوشمند لازمه. اول باید صورتمو اسکن کنم. یکی دو تا اپلیکیشن اپل هستن که این کار رو میکنن. یکیشون سکندی پروه. یکم سخت بود تصویر رو درست در بیارم، ولی اینطور که میگن عوضش خیلی دقیقه. یه اپلیکیشن دیگه هم هست، بلوز 3D، که به نظرم استفاده ازش راحت تره. تصویری که میسازه هم نسبتاً واقعیه. فقط باید ببینیم که ماسکی که در نهایت میاد چقدر اندازه و دقیقه. در حال حاضر برای این کار آیفون 10 یا بالاتر لازمه، ولی دنبال راه های دیگه هم هستند، از جمله اپلیکیشن هایی برای کاربران اندروید. انجام شد. بعد اسکن صورتم رو آپلود کردم توی سایت منسورا ماسک. یه کد ویژه نوشتن که داده های لازم رو استخراج میکنه و میفرسته به بستر فیوژن 360 اوتودسک که تنظیم نهایی رو روش انجام بدن و مدلی بسازن که اندازه صورت باشه. نهایتاً فایل ماسک رو به رایگان میفرستن تا چاپ بشه. با فرض این که هر کسی توی خونش چاپگر سه‌بعدی نداره، باید رفت سراغ یکی از شرکت‌هایی که چاپ سه‌بعدی انجام میدن. هزینه‌اش اینجا توی بریتانیا حدوداً 5 پوند آب می‌خوره. هیچ کسی از ماسکی که اندازه صورتش باشه و باعث نشه عینکش بخار بگیره بعدش نمیاد. ولی واقعیت اینه که هدف این پروژه خیلی بزرگتر از ماسک سه‌بعدیه. این ماسکی که الان چاپ میشه اگه بهتر از ماسک‌های عادی نباشه بدتر نیست، ولی به مرور که پیشرفت کنیم و فناوری پخته تر بشه، یک فرایند کنترل کیفیت میذاریم تا بدونیم موادی که استفاده شده بی خطره و صافی‌ها درست کار میکنن. طبعاً کیفیت نهایی ماسک به جز دقت اسکن به کیفیت چاپ سه‌بعدی هم بستگی داره. این همون ماسکی است که با این روش طراحی و چاپش کردم و برام فرستادنش. برش می‌ذارم برای اینکه صدای من راحت تر بشنوید. چند تا نکته درباره ظاهرش هست که باید براتون توضیح بدم. اول از هر چیزی این قسمت یا اینجایی که کنار چشم چپ من قرار میگیره نکتیز طراحی شده، نمیدونم چرا، و چشمم رو آزار میده. غیر از اون قسمت بالای ماسک به راحتی روی صورتم میشینه به خاطر اینکه این قسمت رو تونسته خوب اسکنش کنه، اما قسمت پایینیش رو به خاطر اینکه من ریش داشتم اسکن کرده ولی جزوی از صورتم در نظر گرفته، در نتیجه این قسمت روی صورت من خوب نمیشینه و درزش بازه به اصطلاح. غیر از اون جنس نرمی داره، از این لحاظ خوبه و صافی یا فیلترش قابل تعویض، میشه آنلاین این صافیای استاندارد رو خرید و عوضش کرد. در کل برای کسی که میخواد تمام روز ماسک روی صورتش بذاره بد نیست، چیز مناسبی به نظر میرسه، اما برای کسی که میخواد بره سر کوچه، بره بقالی یه خرید بکنه، خود زیاده رویه. امسال همونطور که میدونید عظیمترین نمایشگاه سرگرمی‌های الکترونیکی یعنی E3 لغو شد. این معناش اینه که تولید کنندگان گیم امسال از بازی‌هاشون به طور آنلاین رونمایی می‌کنند. تازگی‌ها یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های آنلاین بازی به نام یوبیسافت فوروارد برگزار شد، ولی همزمان سه تا از مدیران شرکت به خاطر تحقیقات در زمینه رفتار نامناسب جنسی مجبور به استعفا شدند. یوبیسافت که یکی از غول‌های پخش بازیه، مدتی درگیر یک رسوایی آزار و اذیت شده که ظاهراً اصلش توی استودیوهاش بوده. امسال قبل از نمایشگاه آنلاین اخیرش یک توییت کردن و گفتند در طول نمایشگاه به این موضوع نمی‌پردازند. بعداً در این مورد صحبت می‌کنیم.
اما یکی از اخبار اصلی نمایشگاه این بود که جیان کارلو اسپوزیتو، بازیگر سریال بریکینگ بد و بهتره به سول زنگ بزنی، قرار نقش منفی آخرین نسخه بازی فارکرای باشه. اسپوزیتو قراره در فارکرای 6 نقش دیکتاتوری به اسم آنتون کاستیلو رو بازی کنه، حاکم یک جزیره خیالی به اسم یارا. بازیکن نقش یک چریک رو بازی میکنه که توی جنگل و توی خیابونهای پایتخت با دیکتاتور و نیروهاش در میفته تا دولتش رو ساقط کنه. به همین مناسبت با آقای اسپوزیتو در مورد تجربه پوشیدن لباس ویژه بازی و نقش منفیش حرف زدیم. نقشی که پررنگ و از اون رئیس هایی که مرحله آخر وایسادن آدامس میجوان نیست. من همیشه معتقد بودم که نقش های ترسناک، کم حرف و متفکر ترسناک ترین نقشان. راستش به نظرم این بازی قصه خیلی محکمی داره. نمیخوام چیزی لو بدم، فقط بگم درباره ارتباط پدر و پسره. کلا من دوست دارم کارهایی که میکنم یه تأثیر اجتماعی داشته باشه. با خدا رو شکر بعضی از برنامه‌هایی که توش بودم، از جمله بهتره به صلح زنگ بزنی که الان مشغولشم، یا بریکینگ بد یا پدرخوانده هارلم، هر کدوم یه پیامی داشته و این بازی هم قطعا پیامی داره. نظرش رو در مورد خود مجازیش پرسیدیم. مخم سود کشید، حتی بحثم کردم باشون. گفتم منو مسخره کردیم؟ اگه قرار این من باشم خب چرا یهو ازم فیلم نمیگیرن؟ متوجهی که چی میگم؟ هنوز خود بازی رو ندیدیم. قرار فوریه 2021 بیاد بیرون. ولی اتفاقاتی که اخیراً در استودیوها و در مدیریت یوبیسافت افتاد، از همین حالا روی فعالیت‌های این شرکت سایه انداخته. این چند هفته اخیر بسیاری از زنان و افراد دیگه‌ای که در صنعت بازی کار می‌کردند، شروع کردن به افشای موارد آزار و اذیت در محیط کار. از فرهنگ و فضای نامناسب کاری بگیر تا آزار جنسی. و از همون روزهای اولی که این حرف‌ها شروع شد، اسم یوبیسافت هم به دفعات مطرح شده. به همین خاطر چندین نفر اخراج شدن یا استعفا دادن، از جمله سه مدیر ارشد که چند وقت پیش درست پیش از نمایشگاه آنلاین از کار کنار رفتند. با یوبیسافت تماس گرفتیم و اونا این بیانیه رو فرستادند. ادعاهایی که اخیراً طرح شده نشانگر رفتاری است که به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما هیچ گونه آزار و اذیت و تبعیض را تحمل نمی‌کنیم و نخواهیم کرد. به محض مطلع شدن از این اتهامات، تحقیقات مستقل در این زمینه آغاز شد و تاکنون یک رشته تدابیر جدید با هدف تغییرات جدی در شرکت اتخاذ کرده ایم. علاوه بر این، ترکیب کارکنان شرکت نیز تغییرات مهمی کرده است. مشکل در خیلی از کارهای نوآورانه و نه فقط بازی‌های کامپیوتری اینه که یه تعدادی ستاره خیلی خلاق دارین که شرکت حس می‌کنه نباید از دستشون بده و هیچ کس نمی‌تونه بهشون چیزی بگه. و خب این ممکنه فضایی ایجاد کنه که اون افراد احساس کنن هر کاری دلشون بخواد می‌تونن بکنن. یوبیسافت از نظر مشکلات محیط کار استثنا نیست. پارسال همین بحث در مورد رایت گیمز را افتاد. تعدادی کارکنان سابقشون به اتهام تبعیض جنسیتی در محیط کار از شرکت شکایت کردند. اون داستان هم کل صنعت بازی‌های کامپیوتری رو تکون داد. به نظر میرسه در دوره‌ای که قرار نسل بعدی کنسول‌ها به بازار بیاد و بازی‌های کامپیوتری هر روز از نظر فنی و هنری دارن پیشرفت می‌کنند، این صنعت از نظر اداری امورش در دنیای واقعی هنوز خیلی جای کار داره. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید، نشونی bbcpersian.com/click، یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. این برنامه و برنامه‌های قبلی همشون اونجا هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.